برایان هوک همان کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما نسبت به محروم کردن رژیم ایران از درآمدی که برای بی ثبات کردن خاورمیانه و تأمین مالی تکثیر موشکی و سایر رفتار شرورانهاش نیاز دارد بسیار جدی هستیم وی تأکید کرد که هدف تحریم های نفتی رساندن صادرات نفت رژیم به صفر است و افسود در صورتی که نفتکش های رژیم ایران در بنادر شما لنگر بیاندازند یا از آبراهای شما عبور کنند، این ریسک بسیار بالایی در بردارد. تحریم هایی که روز دوشنبه دوباره برقرار شد، تحریم گردانندگان بنادر ایران و همچنین بخش های حمل و نقل، حمل و نقل انرژی و کشتی سازی را در بر می گیرد. ما حمل و نقل دریایی رژیم ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت رژیم ایران را در لیست تحریم های قرار دادیم. برایان هوک در ادامه افسود پیام قوی ما به هر نهادی که تجارت با تانکرهای رژیم ایران را مد نظر دارد این است که به تصمیمتان دوباره فکر کنید. بندر و تجارتتان را حفاظت کنید و ام از امنیت دریایی خود پشتیبانی کنید. اگر حادثه واقع شود که در آن یک نفتکش رژیم ایران درگیر باشد هیچ راهی وجود ندارد که شرکت های بیمه این رژیم بتوانند خسارت را پوشش بدهند. هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد ما توانستیم یک میلیون بشکه از صادرات نفت رژیم ایران کم کنیم و همزمان قیمت نفت را هم کاهش دادیم. دولت اوباما به 20 کشور طی یک دوره چند ساله معافیت داده بود. ما به هشت کشور معافیت دادیم. دو کشور از آن هشت کشور واردات نفت از ایران را متوقف کردهاند. از زمان خروج رئیس جمهور از توافق اتمی 20 کشور که از ایران نفت وارد می کردند وارداتشان به صفر رسیده است. برایان هوک تصریح کرد ما پیش بینی می کنیم که در سال 2019 عرضه نفت از تقاضا بیشتر خواهد بود. و این ما را در موقعیت بسیار بهتری قرار می دهد تا واردات نفت خام همه کشورها از رژیم ایران را به صفر برسانیم این هدف ماست وی خاطر نشان ساخت صد شرکت قبل از ماه نوامبر اعلام کردند که از بازار ایران خارج می شوند و یا طرحهای سرمایهگذاری خود را لغو می کنند. یکی از نقاط مثبت معافیت ها این است که رژیم ایران را از درآمد فروش نفت خود محروم می سازد. آنها ارز احتیاطی دریافت نمی کنند. این رژیمی است که با بحران نقدینگی روبروست. پول فروش نفت در حسابهایی می ماند و آنها می توانند از آن برای وارد کردن کالا از کشوری که نفت را وارد کرده استفاده کنند. وزارت خزانداری این حساب ها را تحت نظارت دارد. وزیر خزانه داری و معاون او بر روی تضمین اینکه این حساب ها هرگز برای کالاهای ممنوعه استفاده نشوند بسیار متمرکز هستند و ما این را با شدت و ما این را با شدت زیاد نظارت خواهیم کرد